سرخط خبرها. رویکرد تازه کابل به فرایند صلح. اشرف غنی میگوید حاضر است داخل افغانستان به طالبان دفتر بدهد. آخرین تلاش‌های داعش برای بقا. نیروهای تحت حمایت آمریکا با مقاومت شدید بازماندگان این گروه روبرو شدند. صندوق توسعه ملی ایران در سراشیبی سقوط. مجلس میگوید کاهش درآمدهای نفتی و برداشت‌های دولت نفس‌های صندوق را به شماره انداخته. و خواستن توانستن است. اسکی با دو پای فلج. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید حاضر است داخل کشور به طالبان یک دفتر اختصاصی بدهد. رویکردی تازه از طرف دولتی که نمایندگانش در مذاکرات صلح با طالبان در این مدت حضور نداشتند. آقای غنی امروز در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان سخنرانی میکرد. این ولایت پایگاه اصلی طالبان خوانده میشود. نسرین نوا همکارم از کابل با ماست. نسرین، بیشتر بهمون بگو از صحبت‌هایی که آقای غنی کرده. بله، آقای غنی امروز در مقابل مردم ننگرهار از مردم و همکاری مردم و در کنارش تلاش نیروهای امنیتی به خاطر برقرار کردن امنیت این منطقه اظهار سپاس کرد و گفت که تا چند وقت پیش منطقه شینوار چندین ولسوالیش پایگاه اصلی داعش بود و به میدان نبرد بین نیروهای امنیتی و گروه داعش تبدیل شده بود، اما امروز با لطف نیروهای امنیتی و همکاری مردم این فضا تغییر کرده. در کنار این صحبت‌ها آقای غنی نوید داد که صلحی در راه هست و قرار هست که جنگ و خونریزی تمام بشه و البته گفت صلح باید صلح با عزت باشه و اگر چنین باشه حاضر هست برای صلح با عزت سرش را هم بده. و در کنار این اما انتقادی داشت از روند صلح که تا فعلا صورت گرفته، خصوصا در رابطه با نشست مسکو یادآوری کرد که آیا صلح مسکو شیرین هست یا صلح مکه، به خاطری که چند سال پیش آقای غنی از طالبان خواسته بود تا در مکه نشستی داشته باشن و در رابطه با صلح صحبت بکنن و گفت که باید مسئولین جواب بدن که چرا به مکه نرفتن و چرا حالا به مسکو سفر میکنن به خاطر صلح. و در کنار این آقای غنی گفت که ما حاضر هستیم که به طالبان دفتر بدیم در کابل، در قندهار یا در ننگرهار، هر جایی که خواسته باشن ما همین فردا حاضر هستیم برشون دفتر بدیم، امنیتشون رو برقرار بکنیم، ولی اونها به خاطر مذاکرات باید به کابل بیان. این در مقابل خواستی بود که در نشست مسکو طالبان خواسته بودن که برای مذاکرات رسمی صلح و این گروه دفتری داده بشه. همچنین آقای غنی در این صحبت‌ها با کرسی ریاست جمهوری هم اشاره کرد که بعضی ها ازش خواستن که کرسی ریاست جمهوری را به خاطر صلح قربانی بکنه، اما آقای غنی گفت که این کرسی شخصی من نیست و این مربوط مردم هست و مردم تصمیم گیرنده هستن. اشاره هم داشت به همسایه ها که ازش خواستن که گفت که همسایه ها میگن که ما افغانستانی میخواییم که بدون اشرف غنی باشه، اما اونها از شخص خود من هم میترسن، بلکه از تدبیر و مغز من هست که میترسن. روی هم رفته اشاراتی به چند مسئله از انتخابات تا صلح در بین مردم داشته. ممنونم ازت نسرین نوا همکارم در کابل با ما. در سوریه نیروهای عمدتاً کرد با پشتیبانی ارتش آمریکا در حال نبرد با آخرین بازمانده‌های داعش در شهر باقوس در شرق این کشورند. این آخرین شهر سوریه است که هنوز در تصرف این گروه باقی مانده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 4 روز پیش وعده داده بود که این هفته پیروزی نهایی بر داعش را اعلام می‌کند. جزئیات بیشتر از مهرداد فرام. نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه متشکل از یگانهای کرد پاسداران خلق
مرتبط با پیکک همراه با عرب‌ها و آشوری‌های شرق سوریه با حمایت ارتش آمریکا. هدف واپسین سنگر داعش در سوریه، شهر کوچک چند هزار نفری باغوز در مرز عراق. دیگه دارو دسته مسلحی نمونده ولی اصل کاریاشون قائم شدن. ما کارشون رو میسازیم. از همین امروز دیگه تموم شد، روز آخرشونه. جنگ با داعش تموم شد، انتقام شهیدامون رو گرفتیم. علت اینکه بازپسگیری باغوز تا کنون به تأخیر افتاده به گفته فرماندهان این است که اهالی بتوانند از شهر خارج شوند. ارهابیین بل باغوز اغلب اجانب. بیشتر تروریست های باغوز خارجی و غیر عرب هستند. تو دو ماه اخیر هر کدومشون که تسلیم یا اسیر شدن عرب نبودن. چهار روز پیش که دونالد ترامپ گفت این هفته پیروزی بر داعش اعلام خواهد شد، به نظر می رسد منتظر بازپسگیری همین باغوز بود. باغوز جایی است که وقتی داعش به آن رسید، متصرفات این دولت خودخوانده در عراق و سوریه به هم چسبید. بازپسگیری باغوز پایان دولت موسوم به اسلامی خواهد بود، اما نه پایان داعش، همانطور که پایان طالبان با پایان حکومتشان رقم نخورد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. حبیب حسینی فرج، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرج، چقدر انتظار می‌رفت که داعش مقاومت جدی بکنه در مقابل کردها؟ خب مقاومتش قابل انتظار بود. در نظر بگیریم که بخش عمده‌ای از این نیروهایی که الان توی این آخرین منطقه تحت تسلط داعش دارن مقاومت می‌کنن نیروهای خارجی هستن که چیزی برای از دست دادن ندارن. می‌دونن که اگر دستگیر بشن یا به نوعی کشته بشن، بهتره تا از مخام دستگیر بشن باید فرستاده بشن به کشورهاشون و اونجا هم احتمالاً سال‌های متمادی زندان در انتظارشونه. همین الان هم 800 تا از این نیروها در اصطلاح زندان‌های نیروهای کرد سوریه‌ان و اونها منتظرن که به کشورهاشون انتقال داده بشن. از این جهتش مقاومت سرسختانه‌ای دارن میکنن، به خصوص که همونطور که در گزارشم اومد اینها از شهروندان عادی اصلا سپرهای انسانی درست کردن مقاومت و شدت میبخشن. به هر حال این حمله برای آمریکایی‌ها اهمیت زیاد داره، برای دولت آقای ترامپ، متوجه به اینه که بگه ما بودیم که بالاخره میخ آخر رو بر تابوت داعش کوبیدیم و در این حال توجیه استدلالی هم داشته باشه برای این خروج سریع نیروهاش از سوریه، در این حالی که خب این نقشی که دارن نیروهای کرد بازی میکنن در این عملیات باز هم بیش از پیش این سوال ایجاد میکنه که خب آمریکایی‌ها با این نیروهای کرد و مناقشه‌ای که ترکیه دارن چه خواهد کرد؟ آیا همچنان در کنارشون خواهند ایستاد حتی بعد از خروج هم، یا اینها رو رها خواهند کرد که در معرض تهدیدات ترکیه قرار بگیرن؟ در این حال مسئله همین آواره‌ها هم هست. واقعیتش اینه که همین الان 25,000 نفر در همین حملات اخیر آواره شدند. بخش بزرگی از اینها در جاهای زندگی می‌کنن، اردوگاه‌های نیروهایی که بسیار وضعیت بدی دارن و به خصوص اگر نتونن اینها بازسازی رو انجام بدن به نوعی بین دولت‌های مرکزی در عراق و سوریه با این مناطق سنی که تحت تسلط داعش بود به نوعی یک همگرایی به وجود بیاد، اینها امید درشون جلب بشه، اینه که باز زمینه افراط‌گرایی و نیروهای مثل داعش در اون مناطق و برآمدشون شکل بگیره چیز منتفی نیست. همونطور که در گزارش هم دیدیم، برخلاف چیزی که آقای ترامپ گفته، خیلی از کارشناسا معتقدن که این میخه آخر بر تابوت داعش نخواهد بود و حدوداً 10 تا 15 هزار سرباز داعش هنوز در عراق و سوریه هستن. از این به بعد جنگ با داعش، مبارزه با داعش چه شکلی به خودش میگیره؟ خب در نظر بگیریم که در این حملاتی که باعث شد که اون داعش اون منطقه ای رو که 7 میلیون جمعیت و زیر تسلط خودش داشت از دست بده و به تدریج برسه به این چیزی که امروز بوده، بخشی از این نیروهاش واقعا تونستن فرار بکنن. یعنی در میون جمعیت که تونستن فرار بکنن از این مناطق، اونها هم با اینها رفتن و معلوم نیست این هسته های اینها کجاند و ما هم هر از گاهی میبینیم شاهد عملیات تروریستشون در جاهای دیگه هستیم. یعنی داعش میره که از یک دولت مستقر تروریستی به یک شبکه تروریستی تبدیل بشه که خب کارش دیگه
فرض کنید حمله نظامی نمیشه، با حمله نظامی رو در رو و اتفاقا کارش خیلی پیچیده‌تر میشه، باید شناسایی بیشتر، عملیات جاسوسی بیشتر و به خصوص همونطور که گفته شد در اون مناطقی که اینها قدرت داشتند وضعیت عوض بشه که اینها بتونن نتونن در جمعیت و در مردم نفوذی پیدا بکنند. از این جهت میشه گفت که از امروز شاید کار بیش از پیش دشوارتر خواهد بود. ممنونم ازتون حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. در ایران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌هایی که از صندوق توسعه ملی صورت گرفته، سال آینده هیچ پولی به این صندوق واریز نخواهد شد. به گزارش این مرکز، صندوق توسعه ملی به دلیل برداشت‌های دولت در سال‌های اخیر در حال نابودی است. در لایحه بودجه سال 98 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20% در نظر گرفته شده که در صورت صدور 1,000,000 بشکه نفت خام در روز سهم این صندوق 4,600,000,000 دلار خواهد بود. مرداد سید اسکری، روزنامه نگار اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید اسکری، همزمان با این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آقای خامنه ای اجازه داده که 1,500,000,000 دلار برای تقویت بنیه نظامی از این صندوق برداشت بشه که با حساب برداشت‌هایی که پارسال شده 4,000,000,000 دلار برداشت شده فقط برای تقویت بنیه نظامی در طول 2 سال. چقدر این خرج با اهداف صندوق توسعه ملی سازگاره؟ برای درک اهداف صندوق توسعه ملی و واقعیت‌های موجود جامعه باید در 3 لایه مشخصاً رجوع کنیم. لایه اول لایه عاطفی و افکار عمومی، لایه دوم لایه قانونی، لایه سوم نیازها که متصل به امر قدرت است. متأسفانه برخلاف اهداف صندوق توسعه ملی و مشخصاً اساسنامه اون، برداشت‌های بسیار زیادی با توجیه‌های خاص انجام شده. به عنوان مثال لایه عاطفی در خصوص بحث زلزله بسیار موافق عمل کرده، اما بخش افکار عمومی در خصوص بحث‌های نظامی بسیار مخالف است. اما با توجه به واقعیات موجود، کماکان برداشت از صندوق توسعه ملی ادامه خواهد داشت بدون در نظر گرفتن مباحث قانونی و در قالب سیستم آینده فروشی و در قالب پروژه کلانتر صفر کردن منابع ارزی کشور. گزارش مرکز پژوهش‌ها میگه که دولت نه تنها سهمی که باید به صندوق بریزه رو نریخته، همونطور که اشاره کردید مرتب هم داره ازش برداشت میکنه. قبلا میگفتن که حساب ذخیره ارزی قلک دولته، آیا الان صندوق توسعه ملی هم داره به همون سرنوشت دچار میشه؟ دقیقا همون هست. ما تنها تفاوتی رو که می‌دیدیم آن موقع اسم دولت آقای احمدی نژاد بود، الان فرد دیگری به نام آقای روحانی نشسته. اما چون شرایط بین‌المللی به اون سمت و شدت رفته، سیاست ها هم دقیقا به سمت اون سمت و به همون شدت داره ادامه پیدا میکنه و پیگیری میشه. چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا روی زندگی مردم تأثیرش از خواهد شد؟ بستگی داره. به عنوان مثال اگر این برداشت‌ها در خدمت اهداف صندوق یا کمک به معیشت مردم یا کمک به اقتصاد کشور باشه، شاید. اما اگر بخواهد در خدمت سیاست‌های منطقه‌ای و دیگر اهداف کلان جمهوری اسلامی باشه، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه وضعیت رو بدتر هم خواهد کرد. ممنونم ازتون مهرداد سید عسکری، اقتصاددان. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان گفته ایران فرمول ساخت بمب اتم را دارد اما هیچگاه قصد ساختن آن را نداشته. به گفته آقای خاتمی دلیل نساختن بمب اتم در ایران این است که جمهوری اسلامی از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌کند. این عضو مجلس خبرگان گفته با بسته شدن پرونده برجام تنها چیزی که ایران باید حفظ کند اقتدار موشکیش است. دولت ترکیه از چین خواسته اردوگاه‌هایی را که حدود 1,000,000 اویغور به اجبار در آنها اسکان داده شدند برچیند. این درخواست ترکیه پس از مرگ یک دوتارنواز و موسیقیدان برجسته اویغور صورت گرفت. چین مدتی است این اردوگاه‌ها را و مراکز که گفته میشه که مراکز بازآموزی هستند و اویغورها را برای پیشگیری از تروریسم در اونجا آموزش میده. اویغورها اقلیت مسلمان ترک زبانی هستند که اکثرا در شینجیانگ در شمال غرب چین زندگی میکنند.
در ونزوئلا یکی دیگر از مقام‌های ارشد ارتش به مخالفان دولت پیوسته. سرهنگ روبن پاسخیمنس در یک پیام ویدیویی گفته 90% از اعضای ارتش ناراضی هستند. پیشتر هم یکی از فرماندهان ارتش دست از حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کشیده بود. کمک‌های بشردوستانه خارجی به پشت مرز ونزوئلا در کولومبیا رسیده، اما ارتش به دستور آقای مادورو از ورود آنها جلوگیری می‌کند. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبری. پل سیمون بولیوار در مرز ونزوئلا و کولومبیا، مرزی که برخلاف گذرگاه مرزی مشهور به تیندتاس بین دو کشور باز است و مردم از این فرصت برای فرار به کشور همسایه استفاده می کنند. ما از همه مردم ونزوئلا می خواهیم تا با هم متحد بشن و به 300,000 نفری که دارن از گرسنگی می میرن کمک کنن. ما هیچ چی نداریم، غذا نداریم، بچه ها دارن از گرسنگی می میرن. کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه چند روزی است که پشت مرز تیندتاس بین ونزوئلا و کولومبیا متوقف مانده‌اند. دولت ونزوئلا با تانکرهایی راه ورود آنها را بسته. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا می‌گوید کشورش به کمک خارجی نیازی ندارد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت که از کشورهای خارجی درخواست کمک کرده بود به ارتش هشدار داده که راه ورود کمک‌ها را باز کنند. اگه اونا همچنان مانع ورود کمک‌ها بشن و همچنان زندگی مردم ونزوئلا رو به خطر بندازن، همه این داوطلب‌ها زمانش که برسه خودشون راه ورود کمک‌ها رو باز می‌کنن. افسران ارتش به جز تک و توکی که به مخالفان پیوستند هنوز پشت مادورو ایستادند. این سرهنگ ارتش با انتشار ویدیویی از مخالفان حمایت می کند. او ادعا می کند 90% از نیروهای ارتش از وضعیت فعلی رضایت ندارند. اینجا شهر مرزی در کولومبیا است. بسیاری از مردم ونزوئلا تلاش می کند خود را به اینجا برسانند برای خرید مواد غذایی یا ماندن. موج مهاجرت از ونزوئلا در هفته‌های اخیر شدت گرفته. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آن را بزرگترین جابجایی جمعیتی تاریخ اخیر آمریکای لاتین می‌نامد. خرید مواد غذایی تو ونزوئلا خیلی سخته. اگه هم چیزی برای خرید گیرتون بیاد قیمتش سر به فلک می‌کشه. اینجا تو کولومبیا قیمتش ثابته چون اقتصاد اینجا باثبات‌تره. صلیب سرخ جهانی میگوید بودجه برای کمک به ونزوئلا را در هفته های اخیر دو برابر کرده. ما نمیخوایم بگیم حق با کیه، مادورو یا گوایدو. این اصلا کار ما نیست. صلیب سرخ رو به این منازعه ها نکشونید. ما هرگز این کار رو نکردیم. تو سوریه با همه طرف های درگیر حرف زدیم. اسد یه طرف و گروه های تندرو طرف دیگه. نقش ما اینه که با همه طرف های آسیب پذیر کار کنیم. به نظر می رسد برای مردمی که در میانه مشکلات اقتصادی و جدال‌های سیاسی گیر افتاده اند، خواندن از صلح واقعیت را تغییر ندهد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می گوید حاضر است داخل افغانستان به طالبان دفتر بدهد. عملیات نهایی نیروهای تحت حمایت آمریکا در سوریه با مقاومت سرسختانه بازماندگان نیروهای داعش روبرو شده. در ادامه برنامه، اسکی بدون استفاده از پا. محمد حسین آقاسی، وکیل پرونده فعالان محیط زیستی ایران، میگوید او را از پیگیری این پرونده کنار گذاشتند. آقای آقاسی در حساب توییتر خود به نقل از مادر سام رجبی از فعالان زندانی نوشته او را از وکالت عزل کردند. به گفته این وکیل دادگستری، سام رجبی قبلا گفته بود به غیر از آقای آقاسی وکیل دیگری نمیخواهد و الان مشخص نیست که دلیل کنار گذاشتن او چه بوده.
در ادامه برنامه سعی می‌کنیم که به این خبر برگردیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. فعلا ادامه بدیم خبرها رو با خبری از اسپانیا. صدها نفر از ملی‌گرایان و طرفداران احزاب دست راستی در شهر مادرید ضمن برپایی تظاهرات خواستار برگزاری انتخابات مجدد و در نظر گرفتن شرایط سختگیرانه‌تری در مقابل جدایی طلبان کاتالونیا شدند. این تظاهرات از سوی دو حزب راست میانه و یک حزب راست افراطی برگزار شد. این احزاب مخالف حزب سوسیالیست اسپانیا به رهبری پدرو سانچز نخست وزیر این کشور هستند. حزب سوسیالیست اسپانیا تنها یک چهارم کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارد. خب برگردیم به خبری که چند لحظه پیش براتون گفتیم، این که محمد حسین آقاسی وکیل پرونده فعالان محیط زیستی گفته که از وکالت سام رجبی از فعالان زندانی عزل شده. کتایون رجبی خواهر سام رجبی روی خط تلفن از آلمان با ماست. خانم رجبی خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. میشه این مقداری توضیح بدید درباره مکالمه تلفنی که برادرتون با مادرتون داشته در این مورد؟ ببینید اینجوری بودش که امروز سامی زنگ زده به مادرش و گفته که آقای آقاسی رو عزل میکنه و این یه مقداری برای ما عجیب بود، به خاطر اینکه سه‌شنبه در ملاقاتی که با مادرش داشت هیچ گونه صحبتی در این زمینه نمیکنه و این داستان از اینجا شروع شدش که سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه آقای فراهانی چند روز پیش به آقای آقاسی رو مورد حمله قرار دادن و ادعا کردن که ایشون از 9 بهمن ماه از وکالت برادر من عزل شده. آقای آقاسی هم از ایشون درخواست کردن که اگر امکانش هست ایشون این چون به ایشون ابلاغ نشده خواسته ایشون رو، یعنی خواسته آقای آقاسی از ایشون این بودش که این ابلاغ رو یا برای ایشون بفرستن و گویا که این آقا هم این کار رو انجام دادن، چون ظاهرن به کار یعنی به خواسته آقای آقاسی انجام داده شده و امروز این خبر رو به ما دادن. قبلا سام گفته بود که آقای رجبی که بجز آقای آقاسی وکیل دیگه این نمیخواد. شما حدستون چیه؟ فکر میکنید که دلیل این که الان ایشون رو عزل کرده چیه؟ ببینید من نمیدونم، چون تا دیدار آخر تا میگم تا همین سه‌شنبه سامی قبلم گفته بود که من وکیل دارم، وکیلم رو عزل نخواهم کرد و به وکیل دیگه هم اطمینان نمی کنم. و خب حرف من اصلا اینه که اصلا امروز اگر سامی اینو به اطلاع مادرش رسونده و آقای آقاسی رو عزل کرده، دادگاه حدود 3 هفته پیش 2 هفته پیش شروع شده. پس جلسه اول و دوم دادگاه چرا آقای آقاسی رو دعوت نکردن؟ اونجا که سام آقای آقاسی رو عزل نکرده بوده و به آقای آقاسی هم تا جایی که من خبر دارم تا به امروز ابلاغ نشده که ایشون عزل شده. آقای آقاسی خودشون هم بیشتر گفته بوده که نتونستن در جلسات دادگاه شرکت کنن. آیا مشخص هست که برادرتون چطور در این جلساتی که برگزار شده از خودشون دفاع کردن؟ نه، ما چون هیچ خبری از توی دادگاه نداریم، از طرف ما هم که کس در دادگاه نیست، آقای آقاسی که حضور نداشتن، نه ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. وضعیت آقای سامر رجبی، وضعیت روحی و جسمی خودشون تو زندان چطوره؟ به نظر میرسه که خوبه. خیلی خیلی ممنونم ازتون. کتایون رجبی خواهر سام رجبی از آلمان. چیرلیدینگ یا همان حرکات موزون در کنار زمین ورزش و هورا کشیدن برای تیم‌ها رو از فیلم‌های هالیوودی یا مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا می‌شناسیم. اما شاید بسیاری ندونن که چیرلیدینگ خودش یه ورزشه که این روزها نه فقط توی آمریکا که در جهان طرفدارهای زیادی داره. مایک بوشل به باشگاه یکی از تیم‌های چیرلیدینگ در بریتانیا رفته تا شما رو بیشتر با این ورزش آشنا کنه. آکروباسی و ژیمناستیک، هماهنگ با موسیقی و همدیگه، با سرعتی فوق‌العاده، با
به این میگن چیرلیدینگ. هورا کشیدن و رقصی که اولش در حاشیه مسابقات ورزشی برای سرگرم کردن مردم بین دو نیمه انجام میشد، اما حالا به ورزش مستقل و جهانی تبدیل شده. تصور مردم از چیرلیدرها یا همون رقصنده ها اونیه که تو فیلم ها دیدن. این تصور درست نیست. دخترای تیم من میتونن راگبی بازی کنن، اما راگبی بازا نمیتونن پا به پای این دخترا برقصن. برای این کار باید حسابی ورزیده باشی. قدیما یعنی تو قرن 18 مردها چیرلیدینگ میکردن، میومدن کنار میدون مسابقه و برای تیم خاصی هورا میکشیدن. به تدریج این ورزش پیشرفت کرد، کم کم زنان جای مردان را در چیرلیدینگ گرفتن. این ورزش تو آمریکا شروع شد و حالا شهرت جهانی پیدا کرده و تو بریتانیا هم طرفدارای زیادی داره. مردها هم تو این رشته فعالیت میکنن، ولی تیم ببرهای کریمسون هیت میخواد فقط با زنان و دخترها برای قهرمانی جهان تلاش کنه. ما میخواستیم دخترها احساس راحتی کنن، مجبور نباشن آرایش کنن، بتونن مسخره بازی در بیارن بدون اینکه نگران این باشن که پسرها چه فکر میکنن. میخواستیم دخترها بدون محدودیت برای قهرمانی تمرین کنن. برای این دخترها چیرلیدینگ فراتر از یه ورزشه، شاید راه فراری از استرس های روزانه تو خانواده و مدرسه و زنگ تفریح از فیسبوک و اینستاگرام. تمرین‌های قهرمانی جهان اونا رو انقدر ورزیده کرده که میتونن قدرتشون رو اینجوری به نمایش بذارن. و حالا منم یکی از اونا هستم. مایک بوشل فور بی بی سی نیوز این نیوبری. فرانک گاردنر خبرنگار بی بی سی 15 سال پیش در عربستان هدف حمله قرار گرفت و از هر دو پا فلج شد. اما این اتفاق باعث نشد که او از تفریح و ورزش دست برداره. فرانک عاشق اسکی بود و بعد از فلج شدن تصمیم گرفت هرگز این ورزش رو کنار نذاره. اون در این گزارش نشون میده که چطور میشه بدون استفاده از پا اسکی کرد. چطور میتونیم بدون استفاده از پاهامون اسکی کنیم؟ یا بهتره بگم اگه مثل من از هر دو پا فلج باشین چی؟ بعد از حادثه چند سال پیش که تیر خوردم و فلج شدم، تنها چیزی که دلم نمیخواست کنار بگذارم اسکی بود. برای همین راهش رو پیدا کردم، اسکی کردن نشسته با استفاده از این وسیله. اولین کاری که باید بکنی اینه که خودتو توش جا بدی. خوب خودمو چپوندم این تو. عین اینه که توی کفش اسکی خیلی بزرگ نشستی. کلید کار هم توی اینه که بتونم تو هر حرکتی خودم رو هدایت کنم. اصول اولیش درست مثل اسکی معمولیه، اما تو این شکل وزن تو از یک سمت به سمت دیگه میبری و حرکت میکنی. این چوب ها رو هم داری که آلمانی ها بهش میگن فلیک فلک. اینها برای حفظ تعادل خوبه. بیاین یه بار دیگه امتحان کنیم. حالا شاید بپرسین چطوری رو تلسیج میری؟ باید بگم سوالتون بجاست چون یکم زایه است. باید از دست کم دو نفر کمک بخواید. اما خب تلسیج رو آروم میکنن. وقتی قلاب شد به پایین صندلیتون دیگه تمومه و میتونین بزنین به پیست. هیجانی که از این مدل اسکی میگیرین عین اسکی عادیه. اینجا بالای آلپ، هوای تمیز کوهستانی، خیلی باحاله. بنابراین ممکنه نتونم از پاهام برای اسکی استفاده کنم، اما با این روش میتونم اسکی کنم و لذتشو ببرم. روایت فرانک گاردنر بود از اینکه چطوری بدون پا اسکی میکنه. آیت الله بیعت زنجانی از مراجع تقلید شیعه به تازگی گفته ازدواج کودکان مشروع نیست و باعث وهن مذهب میشه. این نظر در حالی مطرح میشه که مجلس ایران اخیراً طرح افزایش سن ازدواج را رد کرد و برخی از مراجع تقلید هم با تعیین حداقل سن برای ازدواج دختران مخالفت کردند. در برنامه امروز هشتگ شما میپرسیم ازدواج زیر سن چقدر در شهر و استانی که شما در اون زندگی میکنید رایجه. برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.